26مین روز آذر ماه برابر با 17 دسامبر سال 1176 خورشیدی برابر با 1797 میلادی، زادروز جوزف هنری، مخترع و دانشمند آمریکایی که در مزرعه کوچکی در ایالت نیویورک به دنیا آمد. بیشتر اوقاتش را به کار در مزرعه و کمک به خانواده می گذراند، اما شوق فراغگیری دانش او را به سمت علم رهنمون کرد. هنری روزانه 16 ساعت کار می کرد و علاوه بر تحصیل به تدریس نیز می پرداخت. وی پس از چندی به استادی ریاضی و فلسفه منصوب شد و در کنار آن کار علمی خود را پیرامون مغناطیس جریان برق متمرکز کرد. او آهنربای الکتریکی ساخت که قادر بود یک تن بار را بلند کند. آهنرباهای آن زمان تنها قادر به نگه داشتن 3 کیلوگرم بودند. هنری از آن پس به فکر تولید برق از مغناطیس افتاد و در این راه موفقیت هایی به دست آورد. او دستگاه تقویت رله را ابداع کرد و از آن به منظور اختراع اولین دستگاه تلگراف استفاده نمود. هنری اساس ترانسفورماتور تبدیل کننده را نیز تشریح کرد. او در اواخر عمر اداره هواشناسی آمریکا را تأسیس نمود. سال 1209 خورشیدی برابر با 1830 میلادی، در گذشت سیمون بولیوار، سیاستمدار معروف آمریکای جنوبی که در شهر کاراکاس در ونزوئلا به دنیا آمد و در اسپانیا در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. بولیوار که در اواخر انقلاب کبیر فرانسه در آن کشور به سر برده بود، پس از بازگشت به کشورش در صدد برآمد تا کشور خود و مناطق آمریکای جنوبی را آزاد سازد. از این رو مبارزتش را آغاز کرد و طی سالهای متمادی و جنگهای پیاپی قدرت اسپانیا را در منطقه در هم شکست. در این جنگها وی ممالکی را که امروز اکوادور، پرو و کولومبیا نامیده می شود از چنگ اسپانیا خارج ساخت و از آن پس خود به ریاست جمهوری این مناطق انتخاب گردید. سال 1327 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، در گذشت اورویل رایت، سازنده اولین هواپیمای موتوردار جهان که در ایالت اوهایو در آمریکا به دنیا آمد و به اتفاق برادرش که 4 سال از او بزرگتر بود به کارهای فنی و ساختمان موتورها و ماشینها علاقه بسیار داشت. آن دو پس از چندی یک کارگاه دوچرخ سازی تأسیس کردند و از آنجایی که شیفته پرواز بودند، پس از آن که از جریان ساخت بالونهای پرنده در آلمان مطلع شدند، با تلاش بسیار آرزوی دیرینشان را محقق نموده و اولین هواپیمای موتوردار جهان را ابداع کردند که به مدت 59 ثانیه در آسمان پرواز کرد. پس از آن برادران رایت شهرتی فراوان یافتند. با این حال باز هم برای تکمیل اختراع خود تلاش کردند تا اینکه در پروازهای بعد موفق به ثبت رکورد پرواز 56 دقیقه در آسمان گردیدند.